هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار از ترکیه ما رو همراهی می‌کنند. خانم کیمیایی خیلی خوش آمدید. گزارش دردناکیه اینکه شمار فروش کلیه، افرادی که کلیه هاشون رو می‌فروشن، افزایش پیدا کرده و اون هم به دلایل اقتصادی. عضوی از بدنی که ممکنه سالها با مشکل روبرو بشه و آسیب جدی به بدنشون وارد بشه رو حاضرن بفروشن برای خرید اتومبیل یا هزینه رهن اجاره. فکر می‌کنید این خبر چه ایده‌ای، چه تصویری از اوضاع اقتصادی ایران به ما میده؟ سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. خب در مورد فروش کلیه و اعضای بدن ما فکر میکنم که بیشتر از 20 سال یا شاید هم بیشتر هستش که ما در ایران یه همچین مسئله رو داریم و خب موضوع این هستش که اصلا فروش اعضای بدن در ایران ممنوع هستش، ولی ما سالها هستش که شاهدش هستیم و دولت به عنوان کسی که باید این کار رو تسهیل بکنه بیشتر دامن میزنه به این موضوع و نقش دلال رو در این وسط بازی میکنه. حالا در همین گزارش هم اشاره شده که تا همین سال 1401 دولت یه چیز نزدیک 1,000,000 تومان پول میداده به اون کسی که کلیهش رو اهدا میکنه و خب حالا یه هایی تصمیم گرفته که این 1,000,000 رو بکنه 40,000,000 و در کل گفته که کسی که میاد از طریق انجمن اقدام میکنه 80,000,000 تومان باید پول بده که خب 40,000,000ش رو دولت میده و 40,000,000ش رو اون کسی که کلیه رو دریافت میکنه میده. و خب میخوام بگم که دقیقا درسته، فقر دنده های خیلی تیزی داره، به خاطر اینکه شما وقتی که در خیابون های ایران راه میرید مردم دیگه برای خرید سیب زمینی و پیاز که دیگه یه چیز نیاز روزمره هست مشکل دارن. وقتی که کنار خیابون وای میسید و میبینید اون کسی که نمیتونه همون 2 کیلو سیب زمینی رو بخره و اون فروشنده ای که میبینه که این خریدار نمیتونه این سیب زمینی و پیاز رو بخره، هر جفتشون اون خشونتی که فقر و این نتوانستن در خریدن مایحتاج اولیه ایجاد میکنه اشعه هاش در کل جامعه جاری هستش. ما میبینیم که مردم دیگه واقعا صبرشون به انتها رسیده، میاد کلیهش رو میخواد بفروشه. ما میدونیم که در هر 2-3 دقیقه یک بیمار به دلیل نبودن حالا کلیه یا اعضای حیاتی بدن در ایران از دست میره و خب به خاطر این میان این کار رو انجام میدن. من در سال 96 گزارش میدانی تهیه کردم برای روزنامه قانون که رفتم به یکی از کوچه هایی که در نزدیکی میدان ولیعصر تهران هست و انجمن بیماران کلیوی در اونجا هستش، انجمن پیوند کلیه، و خب در دیوارهای روی دیوارهای این کوچه پر از آگهی هایی بود که نوشته بود که من یک زن خانه‌دار هستم، بچه‌م بیمار هستش، گوره خونیم این هستش و نیاز دارم که کلیه‌مو بفروشم. و خب اصلا نیازی نیستش که شما جستجو بکنید، یه چند دقیقه یه چند حالا ساعت اونجا باشید، خود اون کسایی که دلالای کلیه یا کسایی که نیاز دارن که کلیه‌شون رو بفروشن رو اونجا میتونید ببینید. حالا اون موقع در سال 95 اون کسایی که چند نفری که من باهاشون صحبت کردم می‌خواستن بین 19 تا 25 میلیون تومان کلیه‌شون بفروشن، الان در این گزارش اومده که دلالای کلیه بین 250 تا 350 میلیون هست این کلیه ها رو میفروشن. و خب از طرف دیگه ما در میبینیم که مردم از طریق حالا مرزهای کشور به عراق میرن و کلیه شون اونجا بین 1500 تا مثلا گفتن که 7000 دلار میفروشن. بله. این کاری هستش که مردم خیلی بیشتر از قبل دارن بهش فکر میکنن، میخواستن اینکه فشار اقتصادی اینقدر در ایران زیاد شده که تأمین مایحتاج اولیه و خوراک خیلی سخت شده. ما میدونیم که تورم مواد غذایی در ایران جز 4 کشور اول دنیا هستش و خب خشونتی که این فقر در جامعه ایجاد کرده، اینکه مردم نمیتونه غذا بخره، نمیتونه مدرسه بره، نمیتونه کار کنه، نمیتونه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، خیلی فشار زیاد رو ایجاد کرده.